با سلام به شما بینندگان عزیز کانال جدید، امیدوارم هر جا که هستین سالم و سر حال باشین. نسرین بشارت هستم، همراه همکارم آرش ناصری برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. و اما موضوع مورد بحث امروز ما تشکیل دولت موقت و اعلام منطقه خودگران کردی در سوریه هستش. همزمان با ادامه درگیری‌های مسلحانه بین اسد و مخالفینش، ائتلاف ملی سوریه دولت موقت رو تشکیل داد و اعلام کرد که دولت موقت تشکیل شده و همزمان احزاب کردی هم اعلام کردن که دولت خودگران در منطقه کردنشین سوریه شروع به کار کرده. در این رابطه گفتگوی داریم با مهمون برنامه‌مون فاتح بهرامی. با سلام به شما فاتح بهرامی، مرسی که دعوتمون رو پذیرفتین. السلام، شما خسته نباشید، متشکرم. افاد برامی، بعد از مدت ها درگیری نظامی شدید بین اسد و مخالفانش، بالاخره دولت اعلام کرد که دولت موقت تشکیل داده، ولی سوالی که پیش میاد اینه که این اعلام این دولت موقت کردن، تمام اپوزیسیون یک دست شدن یا هنوز اختلافی بینشون وجود داره و این گروه های اسلامی وضعیتشون برای این اختلافی که پیش اومده در چه حدی در بین اپوزیسیون در چه شرایطی قرار گرفتن؟ مسلمه که اختلاف از بین نرفته، یک دست نشدن. منتها ماجرای سوریه رو همونطوری که میدونیم، در واقع بعد از انقلاب مردم و سرکوب خشن به اصطلاح دولت اسد، در واقع به دنبال اون یه جنگ ارتجایی در واقع نیابتی بین دو تا اردو هست، یه طرف اسد و جمهوری اسلامی و جریانات به اصطلاح طرفدارش روسیه و اینا هستن، از این طرف هم به اصطلاح جریانات مخالف اسد و قطر و ترکیه و به حال به این معنا جریانات اسلامی در دو طرف این جنگ ارتجایی هستن که میدونیم اون جامعه چه وضعیت سیاهی رو وجود آورده. و این مسئله الان بالاخره مدت ها سر بخش اپوزیسیون در واقع به دنبال ماجرایش به اصطلاح بمباران شیمیایی و کشتار جنایتکارانه که انجام شد و فشار به اصطلاح امریکا و در واقع توافق روسیه و امریکا که سلاح‌های شیمیایی روسیه به اصطلاح از بین برده بشه، یه مقدار زیادی فشارهای روی به اصطلاح اپوزیسیون اسد و گروه‌های مخالف به هر حال وجود اومد، به این معنی که در واقع یه مقداری کمک غرب به ارتش آزاد کم شد، از اون ور خود امریکا به هر حال با ترکیه و عربستان و اینا با قطر و اینا وارد بحث شد، اونا هم کمکاشون به اسلام یا یه مقدار کم کردن. وقتی مجموعا این مسئله رو نگاه میکنیم، یه مقداری وضعیت اپوزیسیون اسد به طور کلی تضعیف شده و همین باعث شده یه فکرایی بکنن. و یه مسئله دیگه که مثلا در کنار همین قابل بحث، این بحث مذاکره ژنو دو هست که بین دولت اسد و مخالفین به اصطلاح رهبری به دخالت امریکا و روسیه و اینا انجام بگیره. تا همین اواخر به اصطلاح ائتلاف ملی سوریه میگفت که ما به شرطی شرکت میکنیم که اسد بره کنار از حکومت بعدی، و خب اونا همیشه گفتن این خیال واهی قبول نیست، بالاخره قبول نداشتن. ولی اخیرا همین به اصطلاح اپوزیسیون اعلام کرده که حاضر توی این مذاکره شرکت بکنه و اون شرط هم دیگه گذاشته کنار که اسد بره کنار، هرچند میگن امیدواریم تو دولت آینده اسد نباشه. تنها شرطشون گفتن که به اصطلاح امدادگران بین‌المللی بتونن توی منطقه بیان و که یه امکاناتی برای مردم فراهم بشه به زعم خودشون. خب همین هم یک به اصطلاح عقب نشینی دیگه است. من فکر میکنم کلن به دلیل این موقعیتی که از یه طرف تضعیف شدن و از یه طرف دیگه که این مذاکره در راه میخوان یه موقعیت قوی تری به اصطلاح داشته باشن، اونجا اعلام کردن به اصطلاح اعلام این دولت در سایه، دولت موقت که به هر حال یه تعداد وزیر معلوم کردن و یه تعدادی هم هنوز مونده و به هر حال الان در واقع یه دولت در مقابل اسد هست. این توی سر میز مذاکره اینا رو بالاخره امیدوارن که یه موقعیت قوی تری باشن. داستان به نظر من اینه، بحث این نیست که جریانات به اصطلاح مختلفی که
به اصطلاح تو اپوزیشن هستن، اختلافاتشون گذاشته شده کنار. این اختلافاتشون دارن ریشه ای تره و به هر حال منتها همشون فعلا در مقابل اسد. اعضا و نیروهای کرد در این وضعیت اعلام منطقه خودگردان کردند. کلا به چه دلیلی و هدفشون از این که این دولت منطقه خودگردان اعلام کردن چی بوده و کلا آیا صفشون از صف اپوزیسیون دیگه خارج کردن و خودشون تک نفره، یعنی میخوان کاری انجام بدن؟ طبعا که صفشون از اپوزیسیون به یه معنا جدا بوده تا الان. ناسیونالیزم کرد توی سوریه یعنی منطقه به اصطلاح کردنشین در واقع تمام بعد از اینکه 2011 این انقلاب و حملات به اصطلاح دولت شروع شد، یه سال بعدش که در واقع اسد داشت میکوبید، نیروهاشو از منطقه کردنشین که به اصطلاح بیرون کشید و عملا در واقع یه جور اداره منطقه رو داد به دست احزاب ناسیونالیست کرد و اونام در واقع در مقابل اسد در کنار نیروهای دیگه نایستادن و در واقع در جنگ مسلحانه علیه اسد شرکت نکردن. به این این وضعیت سر جاش باقی مونده. این در نتیجه اینطوری نیست که یه اتفاق جدیدی افتاده. منتها از یه طرف توی همین شرایطی که داشتیم به اصطلاح در مورد سوال قبلی صحبت کردیم، از یه طرف اینا دولت موقت درست کردن، ناسیونالیسم کرد و احزابش در واقع در اساسا بیشتر به ابتکار و رهبری حزب اتحادیه دموکراتی کردستان که در واقع مثل میشه گفت مثل پکاکای سوریه هست، نزدیک به پکاکاست، اینا اومدن در واقع اعلام این کردن که یه شورای خودگردان انتقالی تشکیل دادن، هرچند گفتن که به هر حال تاکید کردن که این حتی روز بعدش صالح مسلم رهبر این حزب گفت این خودمختاری نیست، ولی در واقع میخوان بگن که تمام کار این دولت به خاطر اینه که میخوان آینده دولت کلا سوریه یه مقداری نامعلومه. یکی از بحثاشون اصلا اینه، نامعلوم و به این زودی ها ممکنه حل نشه و برای حل مسائل مردم توی کردستان اینا یه دولت موقتی، یه جریان موقتی، شورای موقتی نیاز دارن. البته این شورا هم گفتم توی سه منطقه مختلف تشکیل خواهد شد. اینا در واقع این تشکیل این شورا هم به ناسیونالیسم کل این امکان میده که از این فرصت استفاده بکنن به هر حال توی اوضاع بعد از احتمالا اسد یا اگر هر توافقی بشه اینا موقعیتشون تثبیت بشه، بالاخره معضلاتی که قبلا داشتن اینجا یه قدم بذارن جلوتر. امکانی بوده که تونستن این کارو بکنن، هرچند بحثش رو اونطوری که خودشون میگن از مدت ها پیش مطرح کردن و سر این قضیه 4 ماه پیش دقیقا به توافقاتی رسیدن و الان یه روز بعد از در واقع همین دولت موقت، اعلام دولت موقت، اینا هم این مسئله رو اعلام کردن و الان در واقع به هر حال خود این هم یه مسئله است که اپوزیسیون اسد با این توافق نداره. مشخصا ارتش آزاد اعلام کرده که با این کار حزب اتحادیه دموکراتیک مخالفه، اسلامی ها که میدونیم که خیلی جدی مخالفن، اونا اصلا تو همین مدت در واقع ضربه های شدیدی از این جریانات به اصطلاح کردی و مشخصا این حزب اتحادیه دموکراتیک خوردن و عقب نشینی هایی رو بهشون تحمیل شده. به هر حال وضعیت الان به این ترتیب. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اگه این منطقه خودگردان تشکیل بشه، وضعیت کردها در این منطقه به چه صورت خواهد در اومد و آیا کلا هدفشون از این منطقه خودگردان میخوان یه نمونه مثل نمونه کردستان عراق رو داشته باشن یا چیزی دیگر رو؟ نهایتا ناراضیشون حتما همینه که مثل کردستان عراق، حتی یکیشون گفته این رو. منتها به هر حال این وضعیت فعلی که به چه ترتیبی در میاد و چه تأثیری روی مسئله کرد تو منطقه میذاره، راستش الان خیلی به نظر من زود پاسخ به این سوال. به مسائل مختلفی بستگی داره. من فکر میکنم یه مسئله جدی این وسط خب ترکیه است. ترکیه به اصطلاح همیشه به عنوان یه خط قرمز نگاه کرده که اگر کردای سوریه دست به یه حرکتی بزنن که خود مختاری بخواهن، مطالباتشون به هر حال گور بگیره و بحثایی بکنن که تو منطقه تاثیر بذاره با روی کردستان و ترکیه، حتی مسئله حمله نظامی رو منتفی نمیدونستن. کما اینکه همین حالا هم ارتشی اقداماتی کرده، به یه بهانه‌ای تیراندازیایی کرده به این طرف و اینا.
بنابراین مثلا حمله نظامی ترکیه این قضیه خیلی جدی بشه یه آپشنه، در واقع خیلی مسائل رو به اصطلاح متفاوت میکنه. جنگ بین خود جریانات ناسیونالیست یه فاکتور دیگه است، کما اینکه ما تو عراق هم، تو کردستان عراق هم شاهدش بودیم یه دوره، چون بالاخره جریانات ناسیونالیست کرد توی سوریه هم بخشش طرفدار، بخش عمدهش در واقع اگه بخوایم بگیم طرفدار پیکاکا و بخشی هم طرفدار بارزانی هن. احزاب و جریانات دیگه هم هستن، ولی این دو گروه در واقع هستن اونجا و اینا با هم حتما رقابت هایی دارن و در واقع آینده خیلی مسائل رو میتونه تبدیل به یه چیز دیگه بکنه. از طرف دیگه تشدید جنگ بین همین جریان ناسیونالیسم کرد احزابش با اسلامی هاست، چون همین حالا در حال جنگن، همین حالا اینا ضربه خوردن و اگه قرار باشه اینا فردا یه منطقه به اصطلاح نسبتا خود مختار داشته باشن که اسلامی هم تو اونجا از زندگی میکنن و لطمه بهشون وارد میشه، اینا با ساز و برگ دیگه وارد قضیه میشن. ولی در مجموع خب این مسئله میتونه به تقویت موقعیت پیکاکا توی ترکیه هم حتی تبدیل بشه. به حال یه جریان دیگه این طرف که نزدیک پیکاکا هم هست اقدام به مثلا خود مختاری یا یه وزنه تبدیل بشه به وزنه تو این چارچوب و امتیازاتی بتونه به دست بیاره یا پیشرویایی بکنه و میتونه به تقویت پیکاکا تبدیل بشه و این ماجرای بین پیکاکا و ترکیه رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. میخوام بگم فاکتورهای مختلفی در این رابطه هست، از همین حالا تاثیرش یه فاکتور نیست که بشه گفت چی هست، باید دید. همچون که خودتونم میدونین اسد هنوز داره با مخالفان خودش میجنگه، به نظر شما راه پایان دادن به این بحران سوریه چیه؟ اگه بتونین به طور مختصر تو 2 دقیقه برامون توضیح بدین لطفا. راهش راستش در درجه اول سرنگونی اسد هست، مردم اون جامعه بلند شدن این حکومت رو بندازن، منتها پشت سرش بعد از جنایت ارتش اسد یه مجموعه از جریانات ارتجاعی سیاه مرتجه تر از خود اسد هم وارد قضیه شدن که از طرف کشورهای مختلف تغذیه می شدن، بعد اون جامعه رو تبدیل کردن به یه چیزی که بیش از 100,000 کشته و چند میلیون آواره و چیزی از جامعه باقی نمونده. در واقع مادام که اسد و این جریانات مرتجه تو اون جامعه وجود داشته باشن مردم سرنوشتشون همینه. اگر بخوایم در یک جمله بخوایم بگیم اون جامعه چه موقع برمیگرده و به یه وضعیتی، راستش در درجه اول اسد باید سرنگون بشه، بعدش اون مردم بلند شن و این جریانات مرتجه و سیاه و اسلامی و طرفدار به اصطلاح کشورهای مرتجه منطقه و امریکا رو جارو بکنه بذارن کنار. این تنها امکانی هست که تو اون جامعه تبدیل بشه به یه جامعه که مردم بتونن به هر حال زندگی انسانی داشته باشه. با تشکر از شما فاتح بهرامی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خیلی ممنون. و با تشکر از شما بینندگان عزیز این لحظه ما رو همراهی کردین. گفتگوی ما رو با فاتح بهرامی در مورد دولت موقت سوریه شنیدین. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراه همکارم آرش ناصری شب و روز خوبی رو براتون آرزو داریم.